جامی، جایگاهی مطمئن برای رهپویان دانش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت محصلین گرامی. جلسه 14 از مضمون کیمیا با هم دیگه پیش میاریم. جلسه قبل اگر یاد شما باشه ما آمدیم استحصال اتیلن در شرایط لابراتواری بررسی کردیم. این جلسه ما میام یک مقدار بیشتر در مورد اتیلن با هم دیگه صحبت میکنیم که به چه صورت چه کاربردهایی داره در زندگی روزمره ما و شما، در صنعت به چه صورت به دست میاد، آیا به صورت طبیعی هم اتیلن در مابین موجوداتی چه نبات چه غیر نبات آیا وجود داره یا نداره. اینا اتیلن میگیم اولین بار در سده 18 در سال 1795 به صورت خالص به دست اومد. اتیلن به مقدار خیلی کمی در گیاهان هم وجود داره. اینا پس اتیلن در سال 1795 به صورت خالص کشف شد، به مقدار خیلی کمی در گیاهان هم وجود داره. اینا که در گیاهان بیشتر نقش هورمون داره، همونطور که هورمون ها در وجود ما و شما نقش گوناگون داره، مثل هورمون سوماتوتروف که باعث رشد میشه اینا، یا هورمون های دیگه که ما و شما مثل کورتیزول یا امثال از اینها یا پاروتورمون موجودن که هر کدوم یک نقش خاصی در وجود ما دارن، اتیلن هم در گیاهان نقش یک هورمون داره که باعث رسیده شدن میوه ها میشه. اینا ما میفهمیم که هورمون های گیاهی متفاوتی داره، مثل سیتوکینین، مثل جبلین، مثل اوکسین، و اتیلن هم به عنوان یک هورمون که باعث رسیده شدن میوه ها میشه در گیاهان کاربرد داره. اینا بگیم از اتیلن ما و شما به صورت صنعتی هم استفاده میکنیم. به چه صورت؟ مخصوصا در تجارت کله یا موز یا بنانا بگیم، اینا در تجارت کله نهایت استفاده رو میبرن. به چه صورت میبرن؟ به این صورته که کله ها رو به صورت نارس که در حالت سبز یا نرسیده هست میکنن، اونا در جعبه های قرار میدن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه کله هایی که به صورت نارس هستن آسیب دیدگی از اونا کمتر نسبت به کله هایی که به صورت رسیده اینا، چون کارتن ها رو که بر رو هم میگذارن مقاومت کله ها بیشتره، پس آسیب نمیبینن. اگر کله به صورت زرد و کاملا رسیده باشه، زمانی که بر روی هم دیگه قرار میگیرن تحت فشار که قرار میگیرن، یک مقدار کیفیت کله ها کم میشه اینا. پس کله ها رو به صورت نارس یا سبز میکنن، اونا در جعبه ها قرار میدن، از موقعیت مقصد، از موقعیت مبدا به موقعیت مقصد. زمانی که اونا رو حمل میکنن در موقعیت مقصد مورد نظر داخل یک سری هنگرها یا سوله های بسیار بزرگی که منافذ بسته ای داره، اینا رو قرار میدن، یک مقدار گاز اتیلن در اون محیط پخش میکنن که گاز اتیلن در برخورد با میوه های مثل موز های نارس باعث رسیده شدن از اونا میشه. اینا به مدت یک هفته یا چند روز که باقی میمونه باعث میشه که این موز ها یا کله های مورد نظر مون شما رسیده بشه و به بازار عرضه بشه و مردم بتونن از اونا خریداری بکنن. اینا پس ما میبینیم که این گاز اتیلن مورد نظر در زمینه صنعتی و تجارتی هم کاربرد داره که علاوه اقتصادی میتونه خیلی مفید باشه. اینا خب در زمینه صنعت به چه صورته؟ در تهیه صنعت که اتیلن میکنیم ما میتونیم با دیهایدریشن یا دیهایدروجنیشن بگیم، اینا با دیهایدروجنیشن یعنی با هایدروژن زدایی، دیهایدروجنیشن یعنی با هایدروژن زدایی از ساختار الکان ها میتونیم چی ایجاد کنیم؟ الکین ایجاد بکنیم. مثلا میگیم که اگر ما داشته باشیم CH3 تحت عنوان چی بوده؟ ایتان. این اگه بیاییم تحت حرارت، تحت چی باشه؟ تحت حرارت 750 درجه سانتیگراد، تحت حرارت 750 درجه سانتیگراد هایدروژن زدایی کنیم، یعنی دی هایدروژنیشن کنیم. اینا بگیم هایدروژن از ساختار از دی جدا میشه، میشه CH2، رابطه اشتراکی دوگانه CH2، جمع H2 هم هایدروژن میشه. اینا پس اگر ما بیاییم الکان مورد نظره تحت حرارت قرار بدیم و دی هایدروژنیشن کنیم، یعنی هایدروژن زدایی کنیم از ساختار ازی، برای ما شما الکین یا اتیلن مورد نظر به اضافه هایدروژن تولید میشه که از این هایدروژن مورد نظر در تهیه آمونیا مورد استفاده قرار میگیره. اینا پس یک از راههایی که ما میتونیم در صنعت اتیلن تهیه بکنیم اینه که ایتان مورد نظر تحت حرارت 750 درجه قرار میدیم تا برمون شما اتیلن به اضافه هایدروژن تولید بکنه که این تعامل تحت عنوان هایدروژنیشن یا بگیم دی هایدروژنیشن یا هایدروژن زدایی نام میبریم. اینا
اگر خواسته باشیم به عنوان مثال سایر هیدروکاربون های الکینیر به وجود بیاریم به چه صورته؟ ما میتونیم در این مرحله که در صنعت هسته از هیدروکاربون های سنگین تر استفاده کنیم، یعنی از الکان های سنگین تر که تعداد کاربون های مثلا بیشتری داره، تا کاربون 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا یا بیشتر داره، اونا رو تحت حرارت خیلی بالای قرار بدیم که اصطلاحا برای میگن ترمال کراکینگ. تحت چیه؟ تحت ترمال کراکینگ قرار بدیم. تحت ترمال کراکینگ قرار بدیم. یعنی میشه کراکینگ گرمایی قرار بدیم. کراکینگ گرمایی، کراکینگ به معنی شکستن میشه. اینا کراکینگ به معنی چی میشه؟ کرک به معنی شکستن میشه، ترمال هم به معنی گرما میشه، یعنی شکستن بر اثر گرما. ما میایم هیدروکاربون های سنگین تر تحت ترمال کراکینگ قرار میدیم، بدون از این که ما بتونیم برای از اینا به عنوان مثال اکسیژن، در حضور اکسیژن باشه، چون اگه حضور اکسیژن باشه قاعدتاً این هیدروکاربون های مورد نظر مشون با کاربون دای اکساید به اضافه آب اضافه گرما تولید میکنه یا حرارت تولید میکنه. ولی ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم این هیدروکاربون های مورد نظر خود تحت ترمال کراکینگ، یعنی شکستن گرمایی قرار میدیم تا بر ما شما چه چیزی تولید بکنه؟ تا بر ما شما بیایه هیدروکاربون های سبکتر به اضافه هیدروژن تولید بکنه. اینه. پس میایم چیکار بکنیم؟ میگیم که کراکینگ گرمایی یعنی هیدروکاربون مورد نظر تحت حرارت بسیار زیاد در غیاب هوا قرار میدیم تا این هیدروکاربون با هیدروکاربون های کوچکتر شکسته بشه و هیدروژن هم در محیط آزاد بشه و برمان شما از الکان های مورد نظر الکین بتونیم در شرایط صنعتی تولید بکنه، چون هیدروکاربون های سنگین تر کاربرد چندانی برای ما و شما ندارن، بلکه در اثر شکستن که با هیدروکاربون های الکینی تبدیل میشن برمان شما علاوه صنعتی کاربرد پیدا میکنن که میتونید در کارهای گوناگون از اونا استفاده بکنیم. پس تا اینجا ما آمادیم گفتیم که علاوه صنعتی هم به چه صورت میتونیم ما بیایم هیدروکاربون های از هیدروکاربون های الکان هیدروکاربون های الکینی تولید کنیم. حالا میایم یک مقدار در مورد اتیلن مورد نظر که ساختار یا ما داریم، اتیلن مورد نظر که همچین ساختاری داره، اتیلن مورد نظر مان شما که همچین ساختاری داره، یک مقدار ما این خود هم دیگه چیکار کنیم؟ صحبت بکنیم. اینا ما میبینیم که در اتیلن بین کاربون ها یک رابطه اشتراکی دوگانه موجوده. بین کاربون ها چی موجوده؟ رابطه اشتراکی دوگانه موجوده. یکی از این رابطه ها رابطه سیگمایه و دیگری رابطه چیه؟ رابطه پایه. پس اینجا میگیم که یکی از این رابطه ها، مثلا رابطه بالایی ما شما رابطه سیگماه و رابطه پایینی ما شما رابطه چیه؟ پایه. و رابطه پایینی ما شما رابطه چیه؟ پایه. این میشه سیگما باندینگ یا میشه پای باندینگ. پس بالای ما شما شد سیگما باندینگ و پایینی شد پای باندینگ شد. یعنی بالایی مان شما رابطه سیگمایه و پایینی مان شما رابطه چیه؟ رابطه پایه. بگیم رابطه های پای سیگما به چه صورت به وجود میاد؟ رابطه های پای و سیگما، رابطه سیگما رابطه ایه که بگیم به صورت سر به سره. به صورت چیه؟ سر به سره. اینا یعنی با همدیگه به صورت سر به سر میان، الکترون ها به اشتراک گذاشته میشن که یک رابطه بسیار محکمیه، به صورت رابطه بسیار محکمیه که به برای شکسته شدن به حرارت بسیار بالاتر یا انرژی بسیار بالاتر نیازن. و رابطه پایمون شما رابطه های پارالل یا موازی هستن، رابطه های پارالل یا موازی هستن، یا رابطه هایی هستن که از بغل تشکیل میشن. اینا ای باشه. پس میگین که رابطه پایمون شما رابطه هایی که از بغل تشکیل میشن موازی هستن با هم دیگه.
ای باشه، مثل دو نفر که دستای خود از کنار هم دیگه در بغل باشن، در کنار هم دیگه قلاب بکنن. رابطه های سر به سر اینه که یعنی دو نفر دستای خود رو در روی هم دیگه محکم بگیرن اینا. پس اون رابطه، رابطه که دستای خود از مقابل هم دیگر قرار میدن، بسیار محکم‌تر نسبت به رابطه‌ای که دو نفر در بغل هم قرار میگیرن و دستای خود رو در هم دیگه قلاب میکنن اینا. پس میگه رابطه های پای که رابطه های پارالل یا موازی هسته، رابطه های سستین که خیلی زود تحت تاثیر قرار میگیرن و میشکنن. و رابطه های سیگما که رابطه های سر به سر هن، رابطه های بسیار محکمی هن، بگین که به انرژی بسیار بیشتر نیاز دارن تا بتونن در تعامل ها شرکت بکنن. پس تا اینجا ما بیامدیم چیکار کردیم؟ ما بیامدیم یک مقداری در مورد خواص اتیلن و رابطه های پای سیگمایی که در مابین از این هسته صحبت کردیم. پس به دلیل از اینکه اتیلن یا الکین های مورد نظر بین شما رابطه پای دارم و این رابطه رابطه سستیه و در اثر کمتر مقدار انرژی شکسته میشه، میتونن پس الکین های مورد نظر مان شما در تعاملات جمعی یا ادیشنال چکار کنن؟ شرکت بکنن اینا. پس میگیم که در اینجا میگیم که ما دقت بکنیم، اگر ما داشته باشیم الکین جمع هیدروژن بشه در حضور کاتالیست مناسبی، کاتالیست مناسب مثل چی باشه؟ نیکل باشه، مثل پلاتین باشه یا پالادیوم باشه اینا. بگیم چیه؟ الکین مورد نظر ما در حضور هیدروژن و در حضور کاتالیست مناسب مثل نیکل، پلاتین یا پالادیوم باشه، میه در تعاملات جمعی یا در تعاملات ادیشنال ریاکشن ما شرکت میکنه اینا. بریم شما چی به وجود میاره؟ الکان به وجود میاره اینا. بریم چی به وجود میاره؟ الکان به وجود میاره. مثالی ها مثلا میگیم اگه ما داشته باشیم CnH2n جمع هیدروژن در حضور کاتالیست مثل پلاتین باشه، بریم شما به وجود میاره CnH2n جمع دو. به دوتا اصطلاحاً چی میگن؟ به دوتا اصطلاحاً میگن ادیشنال ریاکشن یا تعامل جمعی یا افزایشی یا چی میشه؟ افزایشی اینه. پس میگیم که الکین های مورد نظر به دلیل دارا بودن رابطه اشتراکی دوگانه که یکی از این رابطه ها رابطه پای میباشه، میتونه با هیدروژن تعامل بده، برای معنی شما چیه؟ الکان ها رو به وجود بیاره در حضور کاتالیست مثل پلاتین، نیکل یا پالادیوم باشه اینا، که به این تعامل اصطلاحا تعامل ادیشنال ریاکشن یا تعامل جمعی یا افزایشی میگن. و اگر هیدروژن باشه معمولا میگیم هیدروژنیشن، یعنی نصب هیدروژن صورت میگیره اینا. حالا اگه ما ببینیم که همین نصب هیدروژن مورد نظر معنی شما به چه صورت صورت میگیره اینا، به چه صورت صورت میگیره. یک چیز همیشه مد نظر شما داشته باشیم اینا، همیشه تشکیل رابطه اشتراکی، تشکیل رابطه اشتراکی باعث میشه که یک مقدار انرژی آزاد بشه و شکستن رابطه اشتراکی باعث میشه یک مقدار انرژی ما شما صرف بکنیم اینا. پس میگیم که تشکیل رابطه اشتراکی که اینجا رابطه اشتراکی دوگانه از بین میره، رابطه اشتراکی یگانه به وجود میاره، پس میشه چیه؟ انرژی آزاد میکنه. و شکستن رابطه اشتراکی که ما این رابطه اشتراکی رو بشکنیم، قاعدتا به چه صورت میشه؟ انرژی چکار بکنه؟ کسب میکنه اینا. پس میایم ما یک مقدار خودم دیگه چکار میکنیم؟ یک مثال حل میکنیم اینا، که مثال معروفی و خیلی معروفی اینه که ما بیایم CH2 اتیلن مورد نظر جمع هیدروژن میشه در حضور کاتالیستی مثل نیکل، برای ما شما چی ایجاد میکنه؟ برای ما ایجاد میکنه CH3 جمع یک مقدار انرژی هم آزاد میشه، چون اینجا تشکیل رابطه بوده دیگه، درسته؟ اینجا جمع یک مقدار انرژی یا حرارت هم آزاد میشه که این مقدار برابر با چنده؟ برابر با منفی 136.9 کیلو کالری انرژی آزاد میکنه اینا، باشه کیلو جول بر مول میشه اینا، کیلو جول بر مول انرژی آزاد میکنه، کیلو جول بر مول انرژی چکار بکنه؟ آزاد میکنه اینا. پس اینجا ببینیم زمانی که رابطه اشتراکی بر مول شما ایجاد میشه، اینجا رابطه پای از بین میره، هیدروژن یه نصب میشه در حضور کاتالیست نیکل، بر مول شما ایتان ایجاد میکنه،
برای ما چی ایجاد میکنه؟ ایتان و مورد نظر ایجاد میکنه. به اضافه کیو یعنی به ازای هر مول از ای منفی 136.9 کیلو جول هم انرژی آزاد میشه. اینا به ازای هر مول اتیلن و مورد نظر ما شما منفی 136.9 کیلو جول بر مول هم انرژی آزاد میشه. اینا پس اینجا ما فهمیدیم که تشکیل رابطه اشتراکی انرژی آزاد میکنه و شکستن رابطه اشتراکی انرژی کسب میکنه یا انرژی جذب میکنه. اینه. خب حالا ما ببینیم که همین مکانیزمی که میای هیدروژن مورد نظر نصب میشه، مکانیزمی که هیدروژن مورد نظر ما شما چکار میشه نصب میشه بر روی اتیلن مورد نظر ما به چه صورته؟ خب میام اینجا برای شما مینویسم مکانی هیدروژن مورد نظر ما این شما به چه صورت میایه نصب میشه بر روی سطح اتیلن. خب ببینیم، ابتدا میگیم که این ساختار رو میکشیم، اتیلن مورد نظر ما این شما این سی کاربن، کاربن ای سیه، این هیدروژن مورد نظره، این هیدروژن مورد نظره، این هیدروژن، این هم هیدروژن مورد نظره. جمع چی میشه؟ جمع هیدروژن ما این شما اینا. ما فرض میگیریم که این سطح مورد نظر ما این شما که هسته، این سطح کاتالیست ما این شما باشه. اینا سطح چی باشه؟ کاتالیست مورد نظر ما این شما باشه. اینا پس این سطح کاتالیست مثلا پلاتین یا پی تی ما این شما که تعامل در سطح کاتالیست پلاتین انجام میشه. اینا به چه صورته؟ میگیم ابتدا در مرحله بعدی ما، در مرحله بعد، این مرحله اول بوده که میگیم ما، این مرحله دوم مال شماره، مرحله چندمه؟ مرحله دوم مال اینا. در مرحله اول اینا در سطح کاتالیست قرار میگیرن، در مرحله دوم چیکار میشه؟ رابطه پای شروع به شکستن میکنه و رابطه بین هیدروژن هم شروع به چی میکنه؟ شکستن میکنه. اینا اینه. پس این رابطه پای و رابطه هیدروژن هم به شروع به شکستن میکنه. پس در این قسمت که هست بگیم که اینجاگاه ما داریم هیدروژن، اینم داریم هیدروژن، اینجاگاه ما هست کاربن، این میشه هیدروژن، این میشه هیدروژن. پس اینجاگاه میگیم که رابطه پای ما بین دو تا کاربن شروع به شکستن میکنه. اینجاگاه این شروع به شکستن میکنه. اینا شروع به شکستن میکنه. جمع اینجاگاه هیدروژن مورد نظر مورد شما که هسته، هیدروژن مورد شما هسته، رابطه بین هیدروژن هم شروع به شکستن میکنه. این رابطه هم شروع به شکستن میکنه. اینا شروع به شکستن میکنه. هم میگه از این تعاملات در سطح چی انجام میشه؟ در سطح کاتالیست مورد نظر مورد شما انجام میشه. در سطح چی انجام میشه؟ در سطح کاتالیست پلاتین ما انجام میشه. اینا بگین در مرحله سوم چیکار میشه؟ این رابطه که در حال شکستنه، در مرحله سوم رابطه ما بین کاربن و هیدروژن شروع به تشکیل شدن میکنه. اینا خب پس در مرحله سوم بین شما رابطه ما بین کاربن و هیدروژن شروع به تشکیل میکنه. اینا پس میگیم اینجا ما داریم کاربن مورد نظر، این هیدروژن مانه، این هیدروژن مانه، اینجا هم کاربن مانه، این هیدروژنه، این هم هیدروژن مورد نظر مانه. در این مرحله که هسته یه هیدروژن ها ما که اینجاگاه حضور دارن که رابطه های اونجاگاه شروع به شکستن کرد، در این مرحله این رابطه ها ما بین کاربن و هیدروژن شروع به تشکیل میکنن. میگیم رابطه شروع به تشکیل شدن میکنه. اینا رابطه شروع به تشکیل شدن، این رابطه هم به همین صورته، این رابطه هم شروع به تشکیل شدن میکنه. اینا هم باز در سطح کاتالیست انجام میشه. اینا هم در سطح کاتالیست چیکار میشه؟ در سطح کاتالیست مورد نظر ما این شما انجام میشه. اینا و محصول نهایی مورد نظر ما این شما که در مرحله چهارم، آخرین مرحله ما این شما که محصول نهایی ما این شما به وجود میایه چیه؟ میگیم این میشه CH3 که از اتیلن مورد نظر ما این شما چه چیزی به دست اومد؟ ایتان به دست اومد. از چی به دست اومد؟ از اتیلن مورد نظر ما این شما ایتان به دست اومد. پس یک لحظه دقت کنین، یک لحظه ببینید تا اینجای کار.
میتونیم ما بگیم که ساختار از ایرم اگه ما بیایم ترسیم بکنیم بهتر باشه، بهتر بفهمیم، به این صورت میتونیم این ساختار رو بره ما بکشیم اینا. بگیم ساختار مورد نظر به این صورت میشه، ای میشه اچ مورد نظر مانه که بهتر بتونیم درک بکنیم. ای اچ، ای ام اچ، ای کربن مال شما، ای اچ اینجام اچ مورد نظر مان شما، نه ای قسمت مان شما، ای میشه هیدروژنی که رابطه هایی که تشکیل شده برای ما، اینا همو هیدروژن های رابطه هایی که برای ما چیکار شدن، تشکیل شدن که اصل محصول مان شما اینه CH3، رابطه CH3 که میشه همو ایتان مورد نظر مان شما اینجگا ایجاد بکرده برای ما اینا. پس ببینیم یک لحظه، ببینیم اینجگا ما بیامادیم تعامل مورد نظر مان شما که تعاملیه که ما مایم هیدروژنه یا هیدرو نصب هیدروژن باشه یا هیدروژنیشن باشه، بیایم نصب هیدروژن بر روی مولکول اتیلن انجام بدیم. ابتدا میگیم هیدروژن مورد نظر ماین شما با اتیلن بر روی سطح کاتالیست مقابل همدیگر قرار میگیرن. در مرحله بعدی رابطه پای در اتیلن شروع به سست شدن میکنه یا شکستن میکنه و رابطه بین هیدروژن هیدروژن هم شروع به شکستن میکنه. در مرحله سوم که رابطه های از اینا شروع به شکستن کرده بود، میگیم که رابطه بین هیدروژن و کربن شروع به تشکیل شدن میکنه اینا که رابطه جدیدی ایجاد میشه اینا. و در مرحله بعدی رابطه مرحله چهارم رابطه بین کربن و هیدروژن تثبیت میشه، یعنی یک رابطه کامل میشه، دیگه حالت نقطه چین نقطه چین نداره بلکه به صورت خط کامل میشه و آخرین محصول ما اینه شما که به صورت کلی ما رو میشناسیم از اتیلن مورد نظر به چی میرسیم؟ به ایتان میرسیم، یعنی از یک الکین به الکان رسیدیم با نصب هیدروژن مورد نظر که به ازای هر مولی هم گفتیم منفی 136.9 کیلو جول بر مول انرژی آزاد میشه. این در سطح چی بوده؟ این در سطح کاتالیست بود. باز این مکانیسم داره، مکانیسم از این با امید خدا انشاءالله در جلسه بعدی با هم دیگه میگیم که یک مکانیسم کاربوکاتیونی داره که از مرحله کاربوکاتیونی عبور میکنه و بعد از برمان شما میتونه مرکبات مختلفی به وجود بره، مثلا هیدروژن میتونه میکار بکنه، هیدروژن برومید یا هیدروژن هلایت ها رو میتونیم کار انجام بدیم و خود هلایت هلوژن های مورد نظر میتونیم با اینا تعامل بدیم که برای شناسایی تست های گوناگون از استفاده کنیم. انشاءالله موفق معید باشیم، درس ها خوب بخونین، تا جلسه بعدی بخیر ادامه مطلب خوب پیش ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جامی، جایگاهی مطمئن برای رهپویان دانش.